با درود دوباره به شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیمای کنگره و درود گرم به یکایک که مبارزان راه رهایی ایران از چنگال رژیم اشغالگر کشورمون در هر کجای دنیا که هستند و برای آزادی ایران تلاش میکنن. بینندگان و شنوندگان گرامی، این برنامه ضمن پخش زنده از شبکه تلویزیونی پارس همزمان از صفحه فیسبوک کنگره و همچنین رادیو نارمک به نشانی www.radionarmak.com نیز به صورت زنده پخش میشه و پس از پخش زنده این برنامه روی وبسایت تلویزیونی کنگره به نشانی www.iranlc.tv قرار میگیره. ایران LC مخفف ایران لیبریشن کانگرس هست. همچنین این برنامه از طریق ماهواره در روزهای جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران برای هموطنان داخل مرز نیز قابل مشاهده هست. علاقمندان به بخش‌های مختلف این برنامه هم میتونن از طریق وبسایت کنگره به بخش‌های مورد نظرشون دسترسی داشته باشن. خب برنامه رو آغاز می‌کنیم با این سوال: چرا کنگره رهایی ایران؟ با هم ببینیم. نامم پرویز ظفری است. ایرانیم. یگانگی ایرانیان آرمان من است. میهنم جهان فرهنگ ایرانی است. دلبسته جان و خرد، پرستنده آزادی، راستی، مهر، نیکی و رواداریم. خواستار آبادانی جهانم که زمین ساز نیکبختی آدمیان و دستیابیشان به شادمانی پایدار است. میهن ما روزگار تیره ای را می گذراند. چیرگی رژیم اهریمنی بر ایران زمین کشور را به پرتگاهی مرگبار نزدیک کرده است. برای گذشتن از این تیرگی اهریمنی باید اندیشه ها را همسو و گام های من را هماهنگ کنیم. نخست باید سازمان کارآمدی را سامان دهیم که بتواند ایرانیان پراکنده بر گوی زمین را کنار هم بیاورد تا برای رهایی میهن رایزنی کند. بیگمان درون مایه چنین سازمانی میباید از ارزش‌های خردپذیر فرهنگ ایران و دستاوردهای جهان برخوردار باشد و راه را برای شهریاری یکایک ایرانیان در میهن خیش هموار کند. این دو بایسته ارجمند اینک می توانند در این سازمان فراهم آیند. امیدوارم که میهن پرستان ایرانی با اندیشه های روشن نیروی خود را در رایزنی ها به هم بپیوندند تا کارزار همگروه ما در آوردگاهی به پهنای زمین به پیروزی گراید. درود به تمام هممیهنان عزیزم در سر جهان، به ویژه هموطنان عزیزم در ایران. من فرهمند کلایه، امروز نوامبر 4 2019 به اصطلاح در این بیانیه میخواستم توضیح بدم که چرا من کنگره رهایی ایران رو انتخاب کردم برای عضویت و پایگاهی برای مبارزه برای آزادی مردم ایران و رسیدن به یک سکولار دموکراسی و یک جامعه مدنی نوین که تمام انسان‌ها در آن آزاد باشند و تمام ادیان در آن آزاد باشند و حکومتی داشته باشیم در خدمت مردم. و بزرگترین فاجعه‌ای که ملت ایران رو در گریبان خودش گرفته است این نیست که اعراب بعد از 14 قرن به ایران مسلط شدند، بلکه حتی این نیست که نوادگان بزرگترین امپراتوری جهان که منظمترین ارتش جهان رو داشت
هنوز درمانده اند که این اعراب رو متحد بشن و اعراب رو از کشور بیرون برانند، بلکه بزرگترین فاجعه این هست که در این 40 سال اخیر با وجود تمام تکنولوژی و سیستم ها و ساختارها، اپوزیسیون ایران نتونسته که به یک نقطه مشترک برسه به خاطر نداشتن رهبری درست و عدم اتکا به نیروهای پیشرو و آزادیخواه و برجسته و کسانی که در تمام زندگی خودشون به صلاح نشون دادن که عاشق ایران هستند و عاشق آزادی مردمشون، ولی ما همچنان به یک ساختار و نظام متفکر احتیاج داریم که این نیروها رو در یک جا متمرکز بکنیم و برای آزادی ایران. درود به شما و درود به ملت غیور و شجاع ایران. هم میهن گرامی، کنگره رهایی ایران با هدف سازماندهی و تشکل نیروهای مبارز و آزادیخواه برای سرنگونی نظام اشغالگر اسلامی تشکیل و برای این منظور با بهره‌گیری از ساختاری متناسب برای دوران سرنگونی و مدیریت بحران و با همکاری نیروهای متخصص و آزادیخواه می‌کوشد تا به سرنگونی نظام پوسیده جمهوری اسلامی سرعت بخشیده و در جهت گذار از آن در حالی که امنیت مردم و کشور تأمین گردد گام بردارد. در این راه نیازمند کمک و همکاری کلیه نیروهای مترقی و آزادیخواه که دل در گرو میهن دارند می باشیم. با پیوستن و همکاری با کنگره رهایی ایران به آزادی کشور و ملتمان یاری رسانیم. کنگره رهایی ایران. در هفته گذشته بخش جدیدی را آغاز کردیم که محتویات اون مورد ابهام میلیون‌ها ایرانی قرار داره و در این برنامه ویژه به دنبال پاسخ‌های برای اونها می‌گردیم. سوال اینه: زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد چه اتفاقی می‌افته و چه چیز در انتظار ما مردم هست؟ برای یافتن پاسخ‌های مناسب مصاحبه‌ای داشتیم با آقای دکتر ایمان فروتن، رئیس هیئت مدیره کنگره رهایی ایران، تا ببینیم کنگره رهایی آیا برنامه‌ای برای اون دوران تدارک دیده؟ ایشون اشاره داشتن به پروژه 100 روز نخست. در برنامه قبلی اشاره کوتاه و مقدمه‌ای داشتن بر تاریخچه این پروژه و چون این پروژه از ابعاد بسیار گسترده‌ای برخوردار هست، از ایشون خواستیم تا در هر برنامه حضور پیدا کنن و بخشی از پروژه رو برای بینندگان و شنوندگان ما توضیح بدن. آقای دکتر فروتن، به برنامه سیمای کنگره خوش آمدید. میشه در این قسمت از برنامه به جزئیات بیشتری راجع به پروژه 100 روز نخست بپردازید؟ با درود به شما بانو صفای گرامی و همچنین درود به همه هممیهنان عزیزم در سراسر جهان و به خصوص هموندان و هممیهنان دربند درون مرز. همونجوری که اشاره کردید، پروژه 100 روز نخست در 20 بخش جداگانه روش کار شده و هنوز این کار ادامه داره. مهمترین این بخش ها مسئله امنیت کشور هست. امنیت کشور فردای روز فروپاشی. این سوالی است که در 20 سال گذشته که من در راه آزادی ایران کار کردم و بسیاری از هممیهنان ما، عزیزان در اون برز میپرسن، میگن آقای فروتن ما حاضریم شلاق بخوریم، شکنجه بشیم، زندان ببرنمون و حتی جانمون رو در راه آزادی ایران بدیم، ولی چه گارانتی داریم، چه ضمانتی، چه برنامه‌ای هست که اقلن بچه هامون، نوه هامون، خانواده هامون با این ایثاری که ما میکنیم اینها بتونن امنیت داشته باشن و کشوری آزادتر. برای همین هست که مسئله امنیت کشور بسیار بسیار مهم است. چون مسئله امنیت به دلایل امنیتی نمیشود زیاد در رسانه ها راجبش صحبت کرد، مدت بسیاری هستش که ما با عزیزان درون مرز و به خصوص در درون ارتش، سپاه پاسداران و حتی نیروهای بسیج در تماس بودیم و اطلاعات مستمر برای ما میرسه. چیزی که خواستم خدمت راجب این بحث صحبت بکنم این است که امنیت فقط لزوماً امنیت مردم نیست، بلکه و مهمترین بخشش هست. در رابطه با امنیت، امنیت مردم هست، امنیت
اماکن زندگی هست، مناظر مردم هست، اموال مردم هست، امنیت دولت، کسانی که دولت در دولت موقت کار میکنن و در دوران گذار باید باشن، امنیت آنها هست، امنیت موزه ها هست، امنیت مرزهای ایران هست، امنیت مراکز عبادت، چه مسجد باشه چه کلیسا باشه و هرچه دیگر، امنیت آنها هست، امنیت اینفراستراکچر و اون بخش های مخابراتی کشور هست، امنیت اون پایگاه تولید نیرو و برق در سراسر کشور هست، امنیت مراکز اتمی کشور هست. بنابراین تمام این امنیت مراکز مترو، اتوبوس ها، قطار، فرودگاه ها، تمام اینها بخش امنیت کشور هست. ولی خب همینجوری گفتم مهمترینش امنیت مردم هست. بعد از 40 سال مسلماً همیهنان ما به خاطر این اچافی که بهشون شده، این زوری که بهشون گذاشته شده، پدرها، مادرها، خواهر، برادرشون رو کشتن، بردن، گرفتن، زندانی کردن، کسانی که 30 سال زحمت کشیدن، با آبرو کار کردن، پسنداز کردن، خونه‌شون رو گرفتن، زندگیشون رو گرفتن، اینها دلها و قلبها پر از نفرته. درسته که ایرانی ها ما پر از محبت هستیم، ولی اگر ما هر کدوم خودمون جای این عزیزانی بذاریم که خانواده‌هاشون از دست دادن، فردای روز فروپاشی خدا میدونه چه میشه. هر کی میخواد بره دنبال اون کسی رو که بهش ظلم کرده بگیره، حالا یا بزنه یا بکشه یا هر چیز دیگر. پس علاوه بر امنیت، برنامه‌های دیگری هم بعد در صد روز نخست باشه، مانند برای مثال جنوب آفریقای جنوبی که اون عفو عمومی بود و یک پروسه چند ساله بود که اجرا شد. حالا اونا رو در برنامه‌های بعد راجع بهش صحبت می‌کنم. ولی حالا برسیم دوباره به این امنیت. علاوه بر این که باید فکر تمام این برنامه باشه، از همین الان باید اون افرادی که میتونن، مایلن و یا کسانی رو میشناسن که صادق هستن، خوشنام بوده و هستن، حتی در سپاه پاسداران و بسیج و ارتش و غیره که شماها عزیزان در اون مرز فکر میکنید و میدونید اینها میتونن در طول دوران گذار، حالا چه 100 روز باشه، 6 ماه باشه و غیره، امنیت کشور رو کنترل بکنن، هدایت بکنن و فرماندهی بکنن نیروهای مسلح رو. برای اینکه نیروهای مسلح هستن که باید از مردم دفاع بکنن، نیروهای مسلح هستن که باید اون کسایی که مراقب خامنه‌ای و دوستاش هستن با اونا در بیافتن که اونا شلیک نکنن به مردم. الان ببینید در عراق چه خبره دوستان گرامی، همیهنان عزیز، سپاهیان، سپاه پاسداران ایران، بسیجی ها. من کسی هستم که بعضی از شما سرداران سپاه به من زنگ می‌زدید، تلفنی از وسط کبیر با هم صحبت می‌کردید. من وصیت‌نامه بعضی از شما سرداران سپاه رو دارم که به من می‌گفتید چه بلایی خامنه‌ای و دوروبریاش سر شما که سردار سپاه هستید در آوردن. به من گفتید که خانوادتون رو می‌پان، همسرتون، برادرتون، بچه‌هاتون رو می‌پان. شما رو بهتون تهدید میکنن که دست از پا خطا بکنید زن و بچه‌تون رو میکشن. این رژیمی است که حتی پاسداران و سرداران سپاه نیست، اونها هم امنیت ندارن. الان زمانی هست که همون جوری که الان میبینید در عراق ارتشی‌ها اومدن لباساشون و اسلحه‌هاشون رو میذارن و میرن با مردم هستن، همون جوری که در اتفاقاتی که در لبنان داره میفته، اینها کم کم به کشور ما خواهد آمد و الان اومده در مرزهای ایران با عراق و در بخش آذربایجان بسیاری از این چیزها شروع شده، در جنوب ایران شروع شده. پس از شما درخواست میکنیم تا دیر نشده، شما میباید ارتشیان که مدت هاست همین با مردم بودن و به خصوص سپاهی ها، پاسداران، بسیجی ها، اگر دستتون به خون مردم آغشته نبوده، چون باید پس بدید جواب اون کارها در آینده در دادگاه های عادلانه در کشور، باید شما به مردم با مردم باشید و احتمالاً یکی از تنها جایی که میتونید بهش اعتماد بکنید کنگره رهایی ایران هست. هر جوری که میتونید به سایت کنگره تشریف ببرید، ببینید چه افرادی و چه سازمان‌های اونجا هستن. ما در اینجا کسانی نداریم که لزوماً زیربنای سپاه پاسداران رو درست کردن و غیره. هر کسی میتونه توبه بکنه، هر کسی میتونه برگرده برای کشورش کار بکنه، ولی اینجا اون جایی هست که ما امیدواریم با برنامه بتونیم در اولین فرصت برنامه داشته باشیم با مشارکت مردم ایران. برای اینکه شما هستید مردم ایران که شما باید دولت موقت رو درست کنید و ما هر کاری دستون در میاد برای شما خواهیم کرد و میتونیم که
در خارج از کشور صدای شما باشیم. نیروهای مسلح، ارتشیان، سپاه پاسداران، بسیجیان، شما الان هست که باید تصمیم بگیرید کدوم بر هستید. برای خودتون این بیمه رو بخرید که فردای فروپاشی حداقل سند و مدرکی داشته باشید که در این روزها و ماهای آخر آمدید و با اپوزیسیون این رژیم خونخوار کار کردید، کمک کردید که این رژیم از پا بیفته. اون زمان هست که میتونید خودتون افتخار بکنید، خانوادتون به شما افتخار بکنن که بالاخره شما هم با مردم بودید. از شما بنابراین درخواست میکنم، از شما سرداران سپاه، از شما بسیجی ها، از هر کدوم از شمایی که در نیروهای امنیتی هستید، اونجوری که شما صلاح میدونید و امن هست، طرق مختلف تماس رو دارید، با کنگره رهایی ایران دارید، با سازمانهای همسو در همگرایی ملی ایرانیان هما دارید، با فامیلا و خانوادتون در خارج از کشور سلام علیک میکنید، به اونا بگید به ما زنگ بزنن یا بگن اگر که نمیخواید خودتون مستقیما. در یک ایمیل مخصوص ما داریم که جدیدم هست، از هفته قبل عوض شده و جدید هست، به نام sadroos@iranlc.org. sadroos که همون عدد 100 هست، روز roos@iranlc.org، که شما میتونید تمام پیام هاتون رو از اون طریق بنویسید. حتی اگر ایمیل نفرستید با یک ایمیل مستعار بفرستید، ولی بگید که چگونه با شما تماس بگیریم، در چه تلگرام، در چه واتساپ، در چه تلفنی. به خصوص که اگر سیم کارت دارید، سیم کارت تلفنتون رو عوض کنید. فقط وقتی با ما تماس میگیرید اون سیم کارت رو بذارید، تماستون رو بگیرید، تلفنتون رو بزنید و بعد اون سیم کارت رو در بیارید که نتونن رد شما رو بگیرن. وقتی که اولین تماس رو با ما گرفتید، شخص خود من و نیروهای امنیتی و مقامات امنیتی که در کنگره با ما کار میکنن با شما تماس خواهیم کرد، اطلاعاتون رو خواهیم گرفت. اگر لازم باشه در مرزهای ایران افرادی هستن از کنگره رهایی ایران که ما میتونیم که از طریق اونها نیز با شما تماس داشته باشیم و شما اطلاعاتون رو بدید. چه نوع اطلاعاتی ما لازم دارید؟ یک، بفرمایید که به نظر شما در این روزهای آخر و فردای فروپاشی، برای مثال پاسداران و یا سپاه بسیج، در کدوم سازمان‌های دیگه نظامی میتونن که ادغام بشن، برای اینکه بسیاری از اینا باید برن بیرون. حراست‌هایی که هست در دولت، در دولت و اداره ها اون چه بشه، چه افرادی رو فکر میکنید آدم‌های خوبی هستن و به درد چه کاری میخورن. ما بسیار از این اطلاعات رو داریم، ولی امیدواریم که شما نیز اطلاعات محرمانه و امن به ما برسونید. با شما در تماس خواهیم بود. آزادی نزدیک است، آزادی کشورمون نزدیک است. همیهنان عزیز، شما کمتر از عراقی ها و لبنانی ها نیستید. البته این نظامی که روبرو هستید بسیار بدتر از اونا هست، ولی یادتون نره که چگونه صدام حسین تو روشن شوروی قبلی به همه فروپاشی کردن، زمان زمان فروشی ملاها و این نظام ولایت فقیه هستش که مافیایی که از بین خواهد رفت. بازم متشکرم که به حرفای من گوش دادید. در برنامه‌های دیگر با هم در رابطه با بخش‌های دیگر پروژه سدروز نخست صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر فروتن گرامی، ممنون از اینکه در برنامه سیمای کنگره شرکت کردید و امیدوارم این بحث رو با هم در جلسات بعد ادامه بدیم و با توضیحاتتون بینندگان و شنوندگان ما رو از ابعاد این پروژه آگاه کنید. در اینجا بدرود میگم به شما و ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بی‌تفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی. کنگره رهایی ایران. بینندگان و شنوندگان گرامی، گروه تولید ویدیو کلیپی دیگر رو تدارک دیدن که با هم میبینیم. با ما باشید. چنان به دست بگیرم عنان آزادی، که دست کشم ز تن و جان به جان آزادی.
نشانی از من و از نسل من نخواهم یافت، مگر که باز بیابم نشان آزادی. قسم به قطره خونی که عاشقانه چکید، همان طلب کنم از دشمنان آزادی. به خون خیش نوشتند نام خود بر خاک، به خون خیش نوشتند نام خود بر خاک. چون این بود روش عاشقان آزادی. به گوش خود سخن حاکمان پناه مده، سخن خوش است به گوش از زبان آزادی. هزار هزار ببویم غبار پایش را، هزار هزار ببوسم دهان آزادی. اگر چو رعد برآیی بر آستان زمان، یقین بدان که برآید زمان آزادی. توان ز دست در این ره مده بمان همراه، توان ز دست در این ره مده بمان همراه. رسد به دست تو روزی توان آزادی، رسد به دست تو روزی توان آزادی. سپاس و درود به شاعر خوب کشورمون آقای مسعود آذر برای سروده‌های اینچنین زیبا و حماسی. بینندگان گرامی، نوبت برنامه نگاه دوم رسیده. با ما باشید. بینندگان و شنوندگان گرامی، در دو هفته گذشته آقای سام وندی که در برنامه شاهنامه و فرهنگ پارسی برنامه اجرا می کردن، این هفته به دلیل مشکلات شخصی نتونستن که در ضبط برنامه با ما باشن، ولی طی تماسیشون قول دادن که از هفته آینده برنامهشون رو ادامه خواهند داد. از این رو دنبال کنندگان برنامه ایشون پوزش ما رو پذیرا باشن تا هفته آینده که برنامه ایشون دوباره آغاز میشه شکیبا باشید. این قسمت از برنامه به خانم شیوا مقدم اختصاص داره. در برنامه‌های قبلی ایشون به نقش و اهمیت فراگیری زبان مادری پرداختن و در این قسمت که آخرین قسمت از برنامه ایشون هست، به صحبت‌های خودشون ادامه میدن. برنامه رو با هم می‌بینیم. با درود به بینندگان و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این امکان رو دارم که با شما صحبت بکنم. امروز در آخرین نشست گفتگو در مورد زبان‌های مادری و زبان مشترک، دوست دارم خیلی کوتاه گفتگو بکنم در مورد نظریه یک زبانشناس کانادایی آلمانی‌الاصل به نام پروفسور یورگن مایسل. ایشون به مدت 30 سال در دانشگاه کالگری کانادا روی زبان‌ها کار کردند و در واقع بر روی مبحث دو زبانه و چند زبانه. موضوعی که ایشون مطرح کردن خیلی جالبه برای به ویژه کشورهای قدیمی مثل کشور ما که تاریخی خیلی کهن دارن. ایشون میگن که چند زبانه بودن در واقع از دوران بسیار کهن تمدن بشر آغاز شده، یک موضوع جدید نیست که مربوط به دوران مدرن باشه یا مربوط به سده‌های متأخر باشه. ایشون این رو اینطور بررسی میکنن که میگن از زمانی که علم زبانشناسی و باستانشناسی این موقعیت رو به ما دادن
که سنگ نوشته های باستانی رو رمزگشایی بکنن، ما متوجه شدیم که این نوشته ها که مربوط به زمان های قبل از میلاد مسیح هستن به چند زبان تدوین شدن و ما میتونیم این تصور رو بکنیم واقعا که تاریخ شفاهی چند زبانه بودن هم میتونه خیلی خیلی قدیمی تر از این نوشته ها باشه. من اینجا توجه شما رو جلب میکنم به دو سنگ نوشته باستانی، یکی سنگ نوشته معروف به سنگ روزتا که مربوط به مصر باستان هست که حدوداً 200 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده و دیگری سنگ نوشته مربوط به بسوتون در کرمانشاه ایران که قدیمی ترین بخشش برمیگرده به حدود 150 سال پیش از میلاد مسیح. هر دوی این سنگ نوشته کهن به سه زبان نوشته شدن که در بیستون ما میدونیم که به زبان فارسی باستان، ایلامی و اکدی نوشته شدن. این نشون میده که به هر حال از صدهای خیلی خیلی دور این چند زبانه بودن همیشه مطرح بوده. جناب یورگن مایزل ادامه میدن به این صورت که کسی که به چند زبان سخن میگه از قدرت بیشتر مغز خودش استفاده میکنه تا اونهایی که تک زبانه هستن و ادامه میده میگه که ممکنه یه بچه‌ای که چند زبانه هست از در مواردی از کلمات کمتری استفاده کنه، ولی چیزی که مشخصه اینه که او در یک زمان میتونه دو برابر یک تک زبانه چیز یاد بگیره و ما نباید فراموش بکنیم که هر زبانی در واقع یک در به یک دنیای جدیده، به یک تجربه جدید، دانش، بینش جدید و هیچ کس نمیتونه این انکار بکنه که بینش و آگاهی و درک از جهان دوروبر همیشه میتونه با یک زبان جدید گسترش بیشتری پیدا بکنه. پروفسور مایزل ادامه میده و تشریح میکنه که توی این جهان 7.5 میلیارد افراد بشر به 7000 زبان صحبت میکنن و بیشترین تراکم زبانها در قاره آفریقا، آسیا و جزایر اقیانوس آرام هستند. در این حال میبینیم که در یک جغرافیا میتونه در یک محدوده جغرافیایی یا در یک کشور چندین زبان وجود داره. در کشورهای قدیمی در قاره آسیا و آفریقا و همچنین غیر از زبانها گویشها و در واقع لهجه های مختلف هم وجود دارن. یک صحبت هست از رئیس فدراسیون زبانهای ملی اروپا پروفسور دکتر گهارد شتیکل که توی یه مصاحبه یک صحبت خیلی جالب میکنه. میگه در مورد زبانهای اروپایی، میگه اروپا منابع زیرزمینی غنی نداره اما ثروت اروپا به فرهنگ غنی اون و به ویژه گوناگونی زبانهای اون هستش. این فکر میکنم که برای مملکت ما ایران خیلی خیلی حرف مهمی باشه که وقتی که یه اروپایی در مورد فرهنگ و زبانهای اروپایی همچین حرفی میزنه، پس ما هم میتونیم خیلی بالاتر از این بگیم که ما هم منابع زیرزمینی داریم و هم فرهنگ و زبانهای گوناگون داریم، پس ما بسیار بسیار بیشتر و فراتر ثروت داریم. ایشون پروفسور دکتر گرهارد شتیکل ادامه میده، میگه که ما اگر بخوایم فکر بکنیم که این حفظ و ارتقای این ثروت یعنی زبانهای گوناگون برای ما مفت و مجانی تموم میشه، این فکر اشتباهه و ما باید برای حفظ و ارتقای زبانها هم زحمت بکشیم و هم پول و سرمایه گذاری کنیم. پس این چیزیه که ما هم میتونیم در موردش فکر بکنیم که این چیزا، مسئله فرهنگی، زبانی، مفت به دست نمیاد و همینجوری ارتقا پیدا نمی کنه. شاید برای شما جالب باشه که بدونید توی اتحادیه اروپا 48 کشور وجود داره، حدوداً 520 میلیون
انسان زندگی میکنن و 42 زبان رسمی وجود داره. اما بیشتر از 100 زبان هم وجود داره که جمعیت‌های کوچکی وجود دارن که بین زبان‌ها صحبت میکنن، یعنی زبان اقلیت‌های کوچکی هست، مثل نیدردویچ، فریزیش، سوربیش، گالیش و پوتانیش. این جمعیت 520 میلیونی با 42 زبان رسمی و 100 زبان اقلیت‌های کوچک رو در اتحادیه اروپا ما میتونیم مقایسه بکنیم با یک کشور آسیایی مثل هند که 1 میلیارد و بیشتر از 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت داره، بالای 121 زبان رسمی در نواحی مختلف خودش داره و بیشتر از 500 لهجه که به این زبان‌ها صحبت می‌کنن. به غیر از 121 زبان رسمی نواحی هند، دو زبان اصلی رسمی هم در هند حاکم هستند که زبان هندی و انگلیسی هستش. البته بیشتر جمعیت هند، تقریباً 80% جمعیت هند، یعنی 78% به 3 زبان بزرگ صحبت میکنن که بنگالی، اردو و هندی هست، هندو هستش. این نشون میده که چقدر آسیا غنی هستش از لحاظ زبانی و فرهنگ. من اینجا چون وقتم داره کم کم تموم میشه، میخوام یه جمع‌بندی بکنم از این 4 نشستی که داشتم در خدمت شما بودم، از نتایج تحقیقات زبانشناسا و متخصصین علوم تعلیم و تربیت، که اینها نتیجه تحقیقات این بوده که زبانها حقیقتاً منبع لایزال برای پویایی و پیشرفته تمدن‌های بشری بوده و هستند. برای استفاده بهینه و ارتقای این منبع عظیم، به آگاهی مردمان، مسئولین و توجه جوامع و همچنین سرمایه گذاری نیاز مبرم هست. ما باید برای پیشرفت کشور و خوشبختی تک تک خودمون منابع و توانایی های فرهنگ خودمون رو در بیاریم. و من امیدوارم که این گفتارها تا یه حد کوچکی مثل قطره‌ای در یک دریا مفید واقع شده باشه و من بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت به من داده شد در خدمت شما باشم. امیدوارم که در موضوعات بعدی باز بتونم در خدمت شما باشم و از این فرصت که من داده شد سپاسگزارم. پاینده و پیروز باشیم. قابل توجه سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل‌های سیاسی که در پی حذف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایبند می باشند، دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت www.homairan.com مراجعه نمایید. همگرایی ملی ایرانیان، هما. با سپاس از خانم شیوا مقدم که در این برنامه ما را همراهی کردند، با ایشون خداحافظی می‌کنیم.
آشنایی نزدیک با کشورها و ملیت‌های دیگه و نگرشی بر شیوه و نوع زندگی اونها میتونه تأثیر بسزایی در افزایش آگاهی و اطلاعات ما نسبت به دیگر جوامع، ملت‌ها و فرهنگ‌ها داشته باشه و خواه‌ناخواه مقایسه در ذهن ما شکل می‌گیره و ما رو با نقاط ضعف و قوت خودمون روبرو می‌کنه، درک عمیق‌تری از موقعیت و جایگاه ما در دنیای کنونی. همکاران من در گروه تولید سعی می‌کنند تا با تهیه گزارش‌های از روزمرگی در کشورهای مختلف این تفاوت‌ها رو برای ما به تصویر بکشند. این هفته همکارم سعید از ونکوور کانادا گزارشی رو فرستادن که با هم می‌بینیم. به ونکوور خوش آمدید. نام ونکوور سه چیز رو برای همه تداعی میکنه: تنوع فرهنگی، طبیعتی زیبا، آزادی‌های فردی. اما این همه اون چیزی نیست که امروز قصد داریم به اونها بپردازیم، بلکه میخواییم با استناد به تصاویر مقایسه‌ای داشته باشیم بین یک جامعه آزاد که جمهوری اسلامی اون رو بی‌قید و بند مینامه و کشوری با شرایط ایران که 40 سال اسلام بر اون حکومت میکنه و قوانین اسلامی در اون حاکمه. ابتدا به سراغ خود شهر میریم، شهری که در طول سالهای گذشته از منظر استانداردهای بین‌المللی همیشه جزو 10 شهر امن و برتر دنیا بوده. همانطور که میبینید زن و مرد در کنار اقیانوس زیبای ونکوور به تفریح و استراحت مشغولند و کسی هم با کسی کاری نداره. اوریان بودن دیگران هم برای کسی اهمیت نداره. اینجا استادیوم ورزشی شهره، اسمش هست بی سی پلیس. استادیوم سرپوشیده فوتبال با ظرفیت 50,000 تماشاگر. دختر و پسر، پیر و جوان، حق لذت بردن و هیجان ناشی از یک بازی پرشور رو به یک اندازه دارن. 50,000 زن و مرد و دختر و پسر با هم زیر یک سقف، ولی هیچ اتفاق ناگواری رخ نمی‌دهد. پلیس ونکوور در گشت زنی شبانه به یک گرانپیس برمی‌خورد. منتظر میشیم تا ببینیم که پلیس ونکوور چطور با مشت و لگد به جون این بیچاره میفته و درامش رو به جرم سد معبر با لگد خورد میکنه. مثل این که جناب پلیس هم حواس همراهی کرده. در مرکز شهر پلیس یک اتومبیل رو به طور نمادین در کنار جاده پارک کرده تا مردم بدونن که قانون در شهر حضور داره، حتی اگر پلیس در اونجا نباشه. و یادداشت‌های مردم رو روی ماشین پلیس ببینید. این یادداشت از سوی یک ایرانی هست که نوشته ایرانی‌ها شما را خیلی دوست دارن. این یادداشت از طرف کل اهالی ونکوور نوشته شده و از پلیس سپاسگزاری کرده. VDP مخفف ونکوور پلیس دپارتمان هست. آیا پلیس و نیروهای انتظامی ایران هم این عشق و علاقه مردمی رو همراه خودشون دارن؟ خدا نگهدارتون باشه.
این مطلب یکی از یادداشت است. سری میزنیم به یک کلوپ ساحلی که جوانها اینجا جمع میشن برای تفریح و موزیک و رقص و نوشیدن مشروبات الکلی. ولی همونطور که میبینید باز هم اتفاقی نمیفته. این آقایی که ملاحظه میفرمایید جاستین ترودو شخص اول مملکته. واکنش مردم جالبه. ایشون برای ایرانی‌های مقیم کانادا هم به مناسبت فرارسیدن نوروز پیام تبریک دادند و البته باز هم خواهند داد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. هپی نوروز everyone. هر ساله ایرانی‌های مقیم کانادا در شهرهای مختلف نوروز رو با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار می‌کنند. که البته این مراسم مملو از شرکت کنندگان دولتی و حکومتی ایران به همراه خانواده هاشون هم میشه. ولی سوال اینجاست که اگر برگزاری چنین مراسمی بده، پس برای چی خودتون یا خانوادتون شرکت می کنید؟ و اگر خوبه، پس چرا نمیگذارید مردم ستم دیده داخل ایران از اون لذت ببرند؟ این هم یکی از مراسم چهارشنبه سوری در یک سالن سرپوشه. مسئولی و همه شما عزیزان مبارک باشه. عید نوروز در پیشه. عید نوروز هم پیشا پیش حضور تجلیت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض کنم. و این هم مراسم در فضای آزاد که مردم به طور منظم در صف نیستن و یکی یکی از روی آتیش به نوبت میپرن. وقتی نظم ایرانی ها رو در این گونه مراسم میبینید، بیشک شگفت زده میشید که چقدر به قوانین احترام میگذارن. این هم مراسم جشن دانشجویان ایرانی در یکی از دانشگاه‌های کانادا در شهر اتاوا. Come on.
اینجا هم یک دبستان در کاناداست که بچه ها فارغ از رنگ پوست، نژاد، جنسیت و یا مذهب در کنار هم دیگه و بدون هیچ مشکلی به تحصیل می‌پردازند. همزیستی مسالمت‌آمیز، چیزی که برای بچه ها بسیار عادیه. اینجا هم فضای یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کانادا است، دانشگاه UBC. دانشجوها دختر و پسر، سیاه و زرد و سفید در کنار هم به تحصیل مشغول، در کنار هم تحصیل میکنن، گشت میزنن، موسیقی مینوازن و حتی با هم میرقصن، ولی هیچ اتفاق ناگواری برای کسی نمیفته. اونها به ورزش و فعالیت های دست جمعی میرن، پروژه های مشترکشون رو با هم انجام میدن. و دوستی هاشون رو عمیق‌تر می‌کنه. و در کنار هم دیگه برای آینده خود نقشه می‌کشن و به آینده‌ای روشن فکر می‌کنن. به آینده‌ای روشن فکر. بینندگان و شنوندگان گرامی، در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. صمیمانه از شما سپاسگزاریم که به تماشای این برنامه نشستید. نقطه نظرات شما برای پیشرفت کار ما اهمیت ویژه‌ای داره. از این رو تقاضا می‌کنیم ما رو با نظرات خودتون یاری کنید. شما میتونید از طریق ایمیل info@iranlc.tv با ما در ارتباط باشید. با سپاسی دوباره، تا دیداری دیگر، خرد یارتان.